انرژی بحث تامین مالیه و با توجه به مشکلاتی هم که الان خاطر تحریم ایجاد شده، عموما جریان سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور با مشکل جدی روبرو شده. لذا هر مسیری که امکان ایجاد در واقع سازوکار تامین مالی کشور فراهم کنه مسیر مطلوبیه. فقط این مسیر باید طوری باشه که باز خودش دچار مشکلات ثانویه بعدی نشه، یعنی مسیر تامین مالی مثل مثلا روش قبلی که ما اوراق چاپ میکردیم حالا با بهره‌های بالاتر، خودش باعث ایجاد تورم‌های سرسام‌آور تو سالهای آتی نشه. و اگر در واقع منابع بانک‌ها بیشتر از منابعی باشه که منابعشون از مسیر ثبت بازی جدا بشه و درگیر بخش تولید بشه، این کار خوبیه. یه بخش دیگه از موضوع هم چون حوزه انرژی حوزه هست که بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌هاش نیاز به تامین مالی ارزی داره، اینه که بیشتر از منابع ارزی استفاده کرد. اگر بانک‌ها تو این زمینه منابع ارزیشون هم بتونن بیارن و در اختیار قرار بدن، تو این قضیه میتونه کمک حال کشور باشه. از اونجایی که همین حالا بازگشت سرمایه های پروژه های نفتی و حتی پتروشیمی به صورت ارزی عددهای بالایی هست و قاعدتا بالاتر از نرخ‌های سودی هست که بانک‌ها به سپرده های مشتری خودشون میدن، عملا از این طریق برای بانک هم جذابیت مالی خودش رو خواهد داشت و میتونه این چرخه رو یه چرخه کاملی تبدیل کنه. حالا هم از این طریق بانک منتقل میشه، هم سپرده گذار منتقل بشه و هم بخش سرمایه پذیر که حالا صنعت پتروشیمی هست میتونه بخش قابل توجهی از سرمایه ها رو جذب کنه. ما تقریبا نیاز به سرمایه گذاری حداقل حدودا 40 میلیارد دلاری داریم. حالا اگر صنعت پالایشگاهی یا پتروپالایشگاهی هم درگیر این موضوع بدونیم، یه حجم قابل توجهی بازار سرمایه گذاری بخش پتروشیمی و پالایشگاهی ایجاد خواهد شد و قاعدتا هر چقدر سرمایه توی حوزه تزریق باشه قابلیت جذب وجود داره و این خودش باشه نقدینگی یک مسیر نسبتا خوبی رو به سمت تولید بگیره و از بازارهای موازی و فاضل و تحت‌بازی فاصله جدی بگیره.